همونجا درود میریم برای ورزش های امروز صبح. البته دیگه ظهر دیشب من خیلی دیر خوابیدم به خاطر اینکه داشتم برنامه لایو هواپیمایی اوکراین رو واقعا نگاه میکردم و تا آخر سعی کردم باهاشون باشم. در نتیجه دیر خیلی دیر خوابیدم. اما خب حالا میریم برای ورزش کردن. ورزش رو هر روز ما انجام میدیم. تحت هر شرایطی هر موقع که از خواب بلند شدید قبل از اینکه صبحونه‌تون رو بخورید حتما دو تا لیوان آب بخورید، ورزشمون رو می‌کنیم و بعد میریم برای یک روز سرشار از امید، نشاط و برنامه. برای ورزش کردن حتما یادتون باشه، یادم باشه که بدن رو بکشیم، شکم رو بدیم تو، کف لگن رو ببندیم، بند انگشتای بدنمون رو هم دستمون رو هم ورزش بدیم، حواسمون به انگشتای پامون باشه، حواسمون به همه قسمت‌های بدنمون باشه. این بدن امانتی است دست ما که باید تا آخرین لحظه ازش خوب نگهداری کنیم. بعد سعی کنید که نفس بکشید. نفس کشیدن جزء ورزش، درست نفس بکشید. وقتی نفس میکشید حس کنید این هوا رو توی ریه‌هاتون. حرکت های قفسه سینه باید انجام بشه به خاطر اینکه با جمع کردن و باز کردن قفسه سینه کمک میکنیم که ریه های ما که ماهیچه نداره حرکت بکنه. هر حرکتی رو حداقل 10 بار باید انجام بدید، ولی بهتره که هر حرکتی رو ما 20 بار انجام بدید. انجام دادن 20 بار یک حرکت تاثیر بیشتری میذاره. وقتی که خودم رو خم میکنم میخوام بالا بلند شم، سعی کنم بدنم بکشم بالا، درست کشیده بشه عقب، دوباره میارمش بالا، بالا تنه رو خم میکنم، شکمم رو بیدم تو، قفسه سینه رو تا اونجا که امکان داره جمع میکنم و باز دوباره به این صورت و بعد باز دوباره و بعد بازش میکنم. این کار رو 20 بار انجام بدید. حرکت هایی که ما برای قفسه سینه‌مون میخوایم انجام بدیم، برای اینکه فرم بالاترمون کشیده بشه، بهتر ستون فقراتمون مدام روی هم داره هی نزدیک میشه دیگه، میخوایم هی بکشیمش بالا، با کشیدن دست به طرف بالا میتونیم بهش کمک کنیم که حرکتش بدیم. این حرکت دادن ها باید با کششی باشه که بتونیم تحمل کنیم و بتونیم ادامه بدیم. ورزش که میکنیم باید خودمون رو خسته کنیم و حس کنیم که داریم کاری متفاوت از یه حرکت روزانه ساده انجام میدیم. شکم بدیم تو، کف لگن رو ببندیم. حالا به این صورت، 1 دست رو ببرید عقب ولی بالاتنه رو صاف نگه دارید. وقتی که دست رو میبرم بالا توی این قسمت که دارم میدم پشت، شست پام رو توی زمین فشار میدم، کف پام کاملا به زمینه، مچ پام رو حس میکنم، ساق پام، توی این حالت زانوم و محکم نگه داشتم، حواسم به ماهیچه های رونم هم هست، شکمم رو دادم تو، کف لگن رو بستم، زیر شکمم کشیده میشه، این قسمت سینه کشیده میشه، بازوم داره کشیده میشه، انگشتام هم میکشم و میرم اخر. 4 5 6 7 8 9 10. الان شما باید یه درد کمی زیر ماهیچه شکمتون حس کرده باشید. حالا این یکی دست رو میبرم، 1 میبرم جلو میبرم بالا، 2 میارم جلو، زانمو محکم گرفتم، شستم رو زمینه میکشم بالا، 3 4 5 کشش باید اینجا ها حس بشه کاملا، 5 6 7 8 9 10. حالا دو تا دست رو با هم میبرم بالا، میارم جلو، میکشم میرم پشت، 1
دو سه چهار انگشتا رو بکشید، پنج شیش هفت هشت نه ده. حالا دست رو بیارید پایین، حالا دست رو ببرید به طرف پشت. یک دیگه صورت، دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده. متوجه شدید به چه صورت به فاصله کارون ما نزدیک نمی کنیم، دست رو به همون اندازه میمونه. از طرف جلو هم نگاه کنیم رو به رو. یک خودم میکشم بالا، شونم عقب بالا، شکم تو، کف دهن بسته، شست پا هم محکم زمین فشار دار، کف پا هم که زمینه. حالا میرم عقب. دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده. ضربو که میزنم عقب، بازوم این قسمت قفسه سینم با زرد میره عقب، شکممه و پشت پیشم این قسمت. خب حالا برای اینکه اگر پشت اینجا برجستگی داره یا اینکه حالا شب تا صبح به چه صورت خوابیدید، اگر میتونید روی زمین شنا میزنید، ولی من نمیتونم و این کار رو روی دیوار انجام میدم. دستم رو در همین فاصله، یعنی در همین امتداد شونم روی دیوار قرار میدم و به این صورت میرم. یک دو سه. وقتی میام اول شکم هم میدم تو تا میشه این بالده که قفسه سینه بالتر رو جمع میکنم داخل. چهار پنج شیش هفت هشت نو ده. این حرکت برای تقویت مچ دستمه و انگشتای دستم هم دارم ورزش میدم روی دیوار. خیلی مهمه که اگر برای حتی پیشگیری از کج شدن انگشتا یا اگر انگشتاتون کج شده، این حالت رو که روی دیوار قرار میدید و فشار میدید به این صورت کمک میکنه به تقویت انگشتا. خب حالا کمر رو بین دو تا دستتون قرار بدید. وقتی کمر رو بین دو تا دست قرار میدید، منظور اینه که این دست رو کاملا باز میکنید و فشار میدید. کمر رو فشار میدید، شکم میدید تو، کف لگن هم ببندید، خودتون رو بکشید بالا بالا بالا. حالا به این صورت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، سر کنید کمر رو فشار میدید، هشت نو ده. همینطور که کمر رو دارید فشار میدید، این تقویت دستتون هم هست، کف دستتونه، آرتروز انگشتاتونه، اینو درست فشار بدید. بعد حالا پا رو 20 بار به پشت بزنید. وقتی این حرکت رو انجام میدید، باسنت رو به طرف بالا میارید، شکم اینطوری کشیده میشه و همه بدن شما این قسمت داره به جهت دیگه حرکت میکنه، این قسمت بالا و این قسمت به طرف پشت. پس دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده. ببینید وقتی میارم عقب زانومم گرفتم، هفده هیچده، وقتی میارم به سر جاش زانو رو رها میکنم، نوزده بیست. باید هر حرکتی که انجام میدید به حرکت ها، یعنی حواستون باشه قسمت های دیگه بدن داره به چه صورت حرکت میکنه. حالا دست رو ببرید بالا بالا بالا. یک دو سه چهار پنج. میبینید حرکت عقب بردم، حالا جلو برعکسش رو میارم. یک
دو سه چهار پنج. حالا دو تا دست رو به این صورت در امتداد شونتون قرار بدید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. برای تعادلتونه و برای حرکت هایی که باز برای شکم هست و صاحب پا اهرمای حرکتی مرچ پا هست، مرچ پا، زانو و رولتون که بالا میره و پایین میکشه. حالا حرکت بعدی که ما داریم، یک سعی کنید صاحب دست رو کاملا به هم بچسبید، بدن رو بکشید بالا، شکم رو بدید تو. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. دست رو بیارید پایین. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. شب تا صبح اگر خوب نخوابیدی حتما ورزش گردنتون رو بیشتر بکنید. وقتی که این ورزش گردن رو میکنید، گردن رو میکشید، به چپ و راست آروم حرکتش میدید، اینا همه کمک میکنه که شما چجوری بهتون بگم، اون خواب از سرتون زودتر بپره. خب و زودتر برای روزتون تازه باشید، آماده باشید، چون که کمک میکنه که خون کافی به مغز برسه و اکسیژن کافی. حالا بیدا. یک دو سه من. یک دو سه چهار پنج. یک دو سه من. یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. میبینید وقتی میخوام بلند شم بدنم بلند میکنم، میکشم پشت و میکشم عقب. بعد یه حرکتی که حتما انجام بدید به این صورتی که با وزن دستتون گردنتون و سرتون رو به جلو خم کنید. اگر این کار رو فقط با وزن دستتون انجام بدید، میبینید که چه قسمت های ماهیچه پشت شونتون و ستون فقرات و گردن به چه صورت به آرامش کشیده میشه. یه کششی که واقعا لذت بخشه. اینو میتونید ورزشتون رو با همین حرکت تموم بکنید. حالا باز دست رو ببرید بالا بالا بالا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. باید روزی 20 بار نشست و برخاست اونم انجام داده باشید. حالا دست رو ببرید بالا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا بذارید وقتی میخواید این حرکت رو انجام بدید، میتونید با یه توپ هم این کار رو بکنید. توپ که بگیرید دستتون، فاصله که دستتون از زمینم قرار میگیره بهتون کمک میکنه که ثابت باشه. و بعد اینکه خب اینم خودش هم یه حرکت، توپ رو میکشید به طرف پشت و بعد اینجور. یک دو. وقتی که میرید عقب بازوتون این قسمتش کشیده میشه. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. دیدید که 20 بار نشست برخواستم هم انجام دادم. حالا میرید و
برای قسمت بعدی ورزشمون چند تا حرکت نشستم یعنی روی دوشتم انجام میدیم، برای امروز صبحمون کافی. خب بشینید، حتما این حرکت رو عادت کنید انجام بدید، به خصوص اگر که انگشتای دستتون مشکل آرتروز داره، به زودی و با ادامه دادن هر روز این ورزش از بین میره. یعنی اینکه اینجا این کف دست رو قسمت مشروع زیر زمین خودتون رو میکشید با به این صورت، بعد وقتی میاد جلو میاد اینجا انگشت رو انگشت های دست اینطوری فشار بیارید، حالا رو انگشت های پاتون فشار بیارید، روی زمین قرار بگیرید، ببینید که ماهیچه پاتون که گرفته میشه و به شکم کنم فشار بیارید. این یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. حالا به پشت بخوابید. وقتی رو به پشت بخوابید مطمئن باشید که کمرتون حتما روی زمین قرار گرفته باشید. حالا 10 تا حرکت برای باز شکممون انجام میدید. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا پا رو ببندید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 20 بار این حرکت رو انجام دادی برای شکم شماست، برای شکم خودم هم هست. خب حالا دو تا دستتون رو دو طرف بدنتون رو قرار بدید، یکی باید خود بالاتر از بازوتون و شونتون، بعد بند انگشت رو روی زمین فشار بدید. حالا پا رو بیارید بالا. این حرکتی که هر روز ما من انجام میدم برای چند دقیقه هم که شده صبح حتما پاتون رو بزنید بالا. البته من وقتی میخوابم زیر پام بلنده، زیر پا نسبت به سر زیر سرم بلندتره، اینجوریه که من هر شب میخوابم، همیشه میخوابم. حالا شما پاتون بکشید، بکشید، 1 2 3 4 5. حس کنید که بند بند انگشتای پاتون داره کشیده میشه. 1 2 3 4 5. حالا 20 بار قوزک پا رو هم بزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا 1 2 3 4. این توی حالت پامو میکشم، پامو دارم میکشم بالا، دستم هم بیرون که تا امکانش هست این پشت من داره کشیده میشه، شکم هم داره بهش فشار میاد، پامم دارم میکشم بالا و تا 10 تا 20 بار به این حالت میکشم. انگشتای دستم هم حواسم هست که باهاشون ورزش بکنم. خب حالا دوباره
هر روز حتما ماساژ بدید پاتون، پا رو ساق پا رو ماساژ بدید، به خصوص این قسمت پشت زانوتون رو، تا این قسمت که ممکنه که نمیدونم واریس در میاره، بعضی اوقات یه قدای چربی در میاره، به هر حال این ما اینکه نمیتونیم با جهت برعکسش حرکت بهش بدیم مگر اینکه ماساژ بدیم، و این ماساژ دادن خیلی مهمه. ما از زانومون، از مرچ پامون بی نهایت استفاده کنیم، به خصوص زانوی ما، زانوی ما مدام در حال حرکت کردن، و شما باید این ماساژ دادنش رو فراموش نکنید و زمان بگذارید. همین که شما زمان میگذارید مرچ پاتون رو ماساژ، زانوتون رو ماساژ میدید، کمک میکنه که به این صورت هم برعکس نگهش داشتید، که برای اینکه باز جلوی واریس رو بگیره، و اگر واریس دارید این یه خورده کمک کنه که درمان بشه مفید. حتما سعی کنید وقتی ماساژ میدید به این صورت ماساژ بدید پا رو، چون به مرور که ما سنمون هی میره بالا، هر چقدر که ورزش کنیم، چون من ورزش های ساده میکنم، من ورزش بدنسازی اگر بخواید بکنید باید حتما تحت نظر مربی باشه و برید باشه، و ولی خب آدم رونش به مرور میفته بالای زانو، مثل قبقب که در میاره، اینجا فرم قشنگی ممکنه نداشته باشه، اذیتتون کنه. پس در نتیجه حتما این ماساژ دادن رو فراموش نکنید، به صورت برعکس باشه، چون به هر حال در تمام مدت شبانه روز این قوه جاذبه زمین هم داره بدن رو به طرف زمین پایین میکشه. پس این پار رو به این صورت انجام بدید، ماساژ بدید، حالا دو تا کف پا رو به هم میگه بچسبید، و به این حالت 1 2 3 4 و بعد باز بید. یادتون باشه که حتما پشت کمرتون روی زمین برای گرفته باشه. حالا دست رو بید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دستتون بزنید پشت زانو، زانو رو خم کنه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زمین دراز بکشید، چند تا حرکت هم به پشت انجام میدید به این صورت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این ورزش های امروز صبح ما بود، تا بعد از ظهر که رقصشمون رو داشته باشیم، براتون آرزوی یه روز خوب پر از امنیت و پر از چیزای خوبی که دوست داریم. من تو مسابقه اینجا خوردم، یعنی بدجوری تو سر خوردم، بازی کردن اینجا یه خورده در ضربه خورده، باید یه خورده با احتیاط‌تر حرکت رو انجام بدم تا این درد خوب بشه. با امید داشتن روزی امن، ایرانی آزاد، با هم باشی، پناه هم باشی، صبح و روز دلتون، زندگیتون شاد شاد شاد.